از هفته پیش تا حالا در فاصله حدود یک هفته چند خبر اعتراضی از زنان هموطنمون داشتیم، یعنی هم خبر تظاهرات دختران دانشجو در دانشگاه هنر تهران که بسیار قابل توجه بود و به دنبالش هم تحصن دانشجویان دختر در بسفول، شیراز و علم و صنعت تهران که فکر کنم در ابتدای برنامه امروز شنیدنی باشه. بیش از 1000 تن از دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه رژیم آخوندی به بهانه آخوندساختگی و تجاوی برای دومین روز متوالی تجمع کردند و با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی و یگان ضد شورش درگیر شدند. دانشجویان همچنین خواستار اخراج آخوندهایی شدند که تحت عنوان استاد در دانشگاه هنر تدریس می‌کردند. ماموران نیروی انتظامی و یگان ضد شورش که در مقابل دانشگاه ایستاده بودند ناگهان در وحشت از گسترش این حرکت اعتراضی به دانشجویان حمله کرده و با باتون دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، ولی دختران دانشجو اعلام کردند که به اعتراضاتشان ادامه می‌دهند. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای دومین بار طی این هفته علیه نصب دوربین‌های مداربسته، رفتار سرکوبگرانه ماموران حراست و اخراج دختران دانشجو از خوابگاه‌ها تجمع کردند. دانشجویان همچنین نسبت به احضار بی‌دلیل دانشجویان و بازجویی آنان اعتراض نمودند. دانشجویان علوم پزشکی شیراز خواستار توقف این اقدامات سرکوبگرانه شدند. صدها تن از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد بسفول تحصن کردند. این تحصن روز سه‌شنبه در اعتراض به رفتار رذیلانه ماموران رژیم آخوندی با دختران دانشجو و وضعیت نابسامان خدماتی دانشگاه صورت گرفت. متحصنین در مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه تجمع کردند. در پی آتش سوزی مشکوک خوابگاه دختران دانشگاه علم و صنعت تهران که شب دوشنبه 20 آبان به وقوع پیوست، دانشجویان این دانشگاه در یک حرکت اعتراضی تجمع و راهپیمایی کردند. دانشجویان شعار می‌دادند: سلب امنیت، تسلیت، تسلیت. آنها حوالی ساعت 17 در مقابل در ورودی خوابگاه دختران بر روی زمین نشسته و اعلام کردند خواستار توضیح جبرعاملی رئیس موضوع این دانشگاه هستند. حتماً این خبر رو هم شنیدین که بعد از اینکه مزدوران رژیم شب هنگام به صورت مسلحانه به کوی دانشگاه سیستان و بلوچستان حمله و تعدادی از دانشجویان رو با چاقو مجروح کردند، بیش از 3000 نفر از دانشجویان این دانشگاه با شعارهای ضد حکومتی خودشون دانشگاه رو به تعطیلی کشوندن. این هم از نمونه هایی که به خوبی به رژیم آخوندی نشون میده که زنان و جوانان و سایر اخشار هموطن ما هر چقدر هم که موج سرکوب وحشیانه تر باشه در مقابل این درنده ترین دیکتاتوری تاریخ میهنمون سر خم نمی کنند. بی‌دلیل هم نیست که رژیم آخوندی به مانور و لشکرکشی علیه مردم دست زده. البته اونچه که مشخصه اینه که بی تردید برنده نهایی این کارزار که نزدیک به 30 سال ادامه داره با همه نابرابریش رژیم آخوندی نیست، بلکه مردم ایران هستند و مقاومت اونها، مقاومتی که چراغ امید رو در شب میهن ما روشن نگه داشته و رژیم رو در سطح داخلی و بین المللی به از همگسستگی و پاره پاره شدن و انزوا کشوند.